شما یک مصاحبه کردید با خانم فروغ فرخزاد؟ راجبه زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید. منظورتون شرح حال دیگه؟ شرح حال، بله. حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه. من فکر میکنم که در دوره ما، شعر دوره ما، این شعری که دستا در ظرف این 10 سال شروع شده و شاید پیشتر، چون شروع کننده این شعر نیما بود و به هر حال اون موفق ترین شاعر بود در این زمینه. یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به اصطلاح جوهر شعری نزدیک شده، خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. دیگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه. به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده، اصالت کلیگویی در اومده، اصالت اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این حالت رو برای خواننده به وجود بیاریم که به یک حالتی 100% آشنا بشه. از این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی، به آدم، به مسائل انسانی نزدیک شده، به مسائلی که واقعا ریشه هنر توی ایناست و هنر خونش رو از اینجور چیزا میگیره. به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که بیشتر از این نزدیک بشه. خب شما فقط راجع به اون فرم شعری صحبت کردید که اسمش رو گذاشتیم شعر امروز. نه نه، این من فکر میکنم شعر امروز، ما به این علت میگیم که خب چون ما در امروز داریم زندگی میکنیم، به هر حال از شعر بودنه. بله. متوجه هستیم. به هر حال این ایرادات شما به طور کلی مربوط به اون نوع شعری که هنوز ادامه سبکای قدیم شعر فارسی هستم بود یا خیر؟ من فکر میکنم این جور شعری که مثلا پر از آه و ناله است، پر از شمع، پر از نمیدونم ستاره است، پر از خیمه است، پر از کاروان، البته گفتم اینا باز اگر با یک دید امروزی این کلمات تو شعر آورده باشن هیچ اشکالی ندارن. مسئله که مطرح اینه که از کجا دنیا، اصلا دنیای این جور آدم‌ها یک دنیای به کلی از بین رفته و متروکه و ارتباطی به ما نداره، وگرنه کلمات اینقدر مهم نیستن. من این شعر رو فکر میکنم نه اون چیزی که شعر رو میسازه من فکر میکنم محتویه. ما مثلا بیایم توی قالب غزل، اگر که یک آدمی که صاحب یک دید امروزی، یعنی یک آدم صمیمی، یه آدمی است که این مقدار حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره، نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر اینکه مثلا مدال شاعر بودن به سینش بزنه، میخواد که واقعا بسازه، خلق بکنه. در قالب غزل میشه مسائلی اوورد، همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از به اصطلاح زاویه دید یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت، چون این چیزی که در شعر مطرحه فرم و قالبش نیست، محتویشه. و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه که من در دوره خودم با اون محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم داشته باشم، بنابراین 100% شعر. یکی از خصوصیات شعر شما تصور میکنم زنونه بودن نشه. واسه نظر خودتون راجع به این بپرسم. والا اگر که شعر من همونطور که شما گفتین به اصطلاح یه مقدار حالت زنونه داره، این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم، چون من خوشبختانه یه زنم. ولی اگر که به اصطلاح پای سنجش ارزش‌های هنری پیش بیاد، من فکر میکنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودشو از جنبه های مثبت وجود خودش، این جنبه ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش‌های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونه خودشو به اینجا برسونه، دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه، یک چیزی مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره. بله. همون ارزشی رو داره که مثلا ممکنه یه مرد شاعر خیلی عالی هم مثلا به اونجا رسیده باشه. به هر حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالت میاد توش خیلی ناآگاهانه. این اولی مصاحبه بود خانم فروغ. بله. در رادیو کرد. اصلا چطور شد که شما خانم فرخزاد رو که یک چهره جنجالی بود آورد اسم تو رادیو؟ ببینید اون زمان برنامه دوم رادیو رو من مسئولش بودم. برنامه دوم رادیو
برنامه‌ای بود که در اون زمان درست شده بود دقیقاً با منظور ایجاد ارتباط با روشنفکران و نسل جوانتر و بسیار برنامه موفقی بود. من خب جوان بودم، دانشکده ادبیات بودم، با شعر جدید ایران آشنایی داشتم، با شاعرها آشنایی داشتم. مدتی در استودیو گلستان، ابراهیم گلستان کار میکردم، یعنی صدا میذاشتم روی فیلم هایی که گلستان میخواست و بیشتر فیلم های مستند بود. در نتیجه مثلا فرض کنید در دو اتاق نشسته بودیم، فروغ هم اونجا بود، در نتیجه آشنایی من با فروغ از استودیو گلستان شروع شد. بعد خب یه برنامه درست کردم من به اسم صدای شاعر. این صدای برنامه صدای شاعر در واقع برنامه‌ای بود برای گفتگو با شاعران جدید، شاعران به اصطلاح سبک نو، و اون زمان شعر نو مسئله جامعه بود، یعنی مسئله روشنفکران جامعه بود، بر سرش دعوا بود، مقاله می نوشتن، دعوا می کردن، بحث بود. من این صدا در رادیو شکستم، شاملو، فروغ فرخزاد، اخوان سالس غیر رو دعوت کردم. اخوان سالس جز شورای برنامه دوم بود اصلا که کمک میکرد به تهیه برنامه ها و ادیت مطالب برنامه ها. چه جور آدمی بود فروغ؟ فروغ زنی بود بسیار به نظر من در خود، یعنی دو شخصیت داشت. یکی شخصیتی بود که شما اگر می دیدید در یک جایی تعجب می کردید، برای اینکه خیلی شخصیت پرحرف و پرسرصدایی بود. یه شخصیت دیگر شخصیت بسیار آرام و در خود فرو رفته بود و در نتیجه مثل اغلب شاعرای دیگه به هر حال زن فوق‌العاده جذابی بود از نظر معاشرت و دیدن و صحبت کردن، آگاه از بسیاری مسائل به خصوص ادبیات فارسی. وقتی که من فروغ رو دعوت کردم برای گفتگو در برنامه صدای شاعر، اون موقع جنجال راجع به فروغ زیاد بود. در نتیجه وزیر اطلاعاتی آقای معینیان بود، وقتی که دید در استودیو من نشستم با فروغ، آمد گفت این خانم کیه؟ گفتم که خانم فروغ فرخزاد. گفت همون فروغ فرخزاد؟ گفتم بله. گفت مسئولیتش با خودته. یعنی واقعا صحبت کردن با فروغ فرخزاد یک مسئولیت ایجاد میکرد. تابو بود. تابو بود و اصلا چیز نبود. و بعد این چرا فکر کنم؟ به خاطر شعراش و اون زمان فقط مسئله شعر نو. ببینید شعر نو یک راهی رو باز کرد که در واقع شاعران سبک قدیم معتقد بودن این شعر منحرفی است، شعر مثل شعر جدیدی که الان جوانه. خودشون زنم بود و اینکه و بسیار راجع به مسائل زنانه بی پرواز در شعرهای اولیه‌اش گفته بود، اما شهرت این چنین داشت. خب جناب گرگین، شما خیلی یه سری من دوران دانشجویی نمایشنامه‌های رادیویی پیدا کردم که بعدها متوجه شدم که شما این نمایشنامه رادیویی رو ساختین. خیلی مدرن بود در زمان خودش که الان هم اگه پخش بشه در رادیوهای ایران فکر می‌کنم که خیلی جالب باشه. شما واقعا چی فکر کردین که این کار رو کردین اون زمان؟ یعنی از این نظر که واقعا اعتقاد داشتین که تحول فرهنگی داشت اتفاق میافتاد، یعنی چون خیلی روشن فکرانه بود قضیه، به اینکه رادیو آیا برای عوام هست یا برای روشن فکر هست. بعدها در رادیو آزادی هم که اومدید شما در پراگ هم یک رادیوی خیلی روشن فکری درست کردید. آیا این پرسپکتیو شماست از این؟ همیشه. یعنی الان هم اگر به من شما امکان بدید یک رادیو درست کنم، باز این هر وسیله ارتباط من سعی خواهم کرد که این دنبال جمعیت حرکت نکنه، چند قدم جلوتر از افکار متوسط عامه حرکت کنه و معتقدم که وقتش شنونده یا بیننده من به من میرسه، نه این که من پشت سرش برم و فکر کنم که به خاطر لذت بردن اون یا راضی کردن اون باید این کارو بکنم. نه، من چند آدم جلوتر، اون موقع هم همینطور بود. ببینید ما در دانشکده ادبیات یک کلوب تئاتر داشتیم. از اون دوره من علاقه داشتم فوق العاده به تئاتر، با بچهای تئاتری هم دوره بودیم، ویژن مفید، جعفر والی، خیلیا و همه کسانی که بعداً توی کار تئاتر حرفه‌ای اومدن، نصیریان غیر و غیر. در نتیجه این کلوب تئاتر ما یک وسیله بود که ما مرتب با استادای آمریکایی که میمدن نمایشنامه‌های روی صحنه اجرا می‌کردیم. من در چند نمایشنامه خودم شرکت کردم، این نمایشنامه‌ها رو می‌بردیم شهرستان. وقتی که من رادیو تهران مسئول شدم و این رادیو درست شد،
از بیژن مفید دوست قدیمیم دعوت کردم که یک گروه تئاتر درست کنیم. در این گروه تئاتر سیروس ابراهیم زاده، رامین فرزاد، خیلی دیگه که حالا اسمشون فوری به خاطرم نمیاد شرکت داشتن و کار ما این بود که تئاترهای کلاسیک رو ترجمه میکردیم و اجرا میکردیم، زنده اجرا میکردیم، نخر ثبت میکردیم و میکس میکردیم. ببینید مثلا ما مکبث رو فرض کنید اجرا میکردیم یا غیره و این تئاترها رو گاهی وقت ترجمه خود من چندین از این تئاترها رو ترجمه کردم. نقشه هم بازی میکردید شما؟ من به ندرت، من بیشتر کار تاییدش رو انجام میدادم. مسئول این گروه تئاتر بیژن مفید بود و خیلی از واقعا استعدادهایی که الان میگم اسمشون به خاطرم نمیاد و بعدا در کار تئاتر اینها شهرت پیدا کردن در این گروه شرکت داشتن و برنامه فوق العاده مورد توجه علاقمندان تئاتر بودش. جناب گورگین، ما در تیم پارازیت خیلی برای شما و سالهایی که کار کردید احترام قائلیم. خیلی متشکرم.